وارد کردن اسلاید و مسیر در نرم افزار پریزی پلتفرم پریزی نکست در این بخش از آموزش نرم افزار پریزی نکست میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم اسلاید هایی رو به قسمت اسلاید بار اضافه کنیم و مسیر رو برای اون مشخص کنیم برای وارد کردن اسلاید اگر شما یک بوم ساده رو انتخاب کرده باشیم و بخواید شخصی سازی کنید وارد قسمت تاپیک میشیم و هر کدوم از تاپیک هایی که مد نظرتون هست انتخاب میکنه. برای مثال برای پلنت من روی اون کلیک میکنم و میبینیم در اینجا برای ما یک دایره مشخص میشه که ما میتونیم به عنوان اولین اسلایدمون اون رو در نظر بگیریم وقتی روی اون راست کلیک میکنیم میتونیم اون رو به جلوی صفحه بیاریم در صورت اینکه در ابتدا ما بگران رو مشخص نکرده باشیم و بعد اسلاید رو قرار داده باشیم که میتونیم اون رو در ابتدا قرار بدیم یا میتونیم به قبل از بگراند اون رو نسبت بدیم ادیت تاپیک کاور هم ما میتونیم با استفاده از این مورد تاپیک خودمون و کاوری که روی اون انجام دادیم یا به عبارتی پوششی که روی اون ایجاد کردیم رو ویرایش کنیم میتونیم انیمیشن به اون اضافه کنیم و یا این اسلاید رو به عنوان اولین نقطه شروع قرار بدیم همچنین میتونیم از اون کپی داشته باشیم و یا اون رو حذف کنیم و یا این اسلاید رو آپدیتش کنیم برای مثال اگر من این فریم رو در اولین ارائه خودم قرار بدم به عنوان مثال یعنی مورد ست از استارتینگ پوینت قرار بدم میبینیم که در گوشه اون علامت پلی نمایش داده میشه یعنی از این قسمت برای ما ارائهمون شروع میشه برای ادیت کردن این فریم همچنین ما میتونیم روی اون دابل کلیک کنیم و میبینیم میتونیم در این قسمت متن خودمون رو وارد کنیم از طرفی میتونیم با انتخاب فریم اندازه اون رو بزرگتر و یا کوچکتر بکنیم برای داشتن اسلاید جدید میتونیم روی اسلاید اولی راست کلیک کنیم و نیو تاپیک رو کلیک کنیم تا برای ما تاپیک فعال بشه و هر کدوم از این موارد که مد نظر ما هست رو قرار بده برای مثال اگر من استک رو انتخاب کنم میبینیم که در اینجا برای ما نمایش داده میشه اندازه اون رو کوچکتر میکنم و همونطوری که میبینیم خط زردی در اینجا بین دو مورد نشون داده میشه که ما میتونیم با جابجا کردن این فریم اون رو در قسمتی که مد نظرمون هست قرار بدیم من پیشنمایشی از این فریم ها رو نشون میدم ریپرزنت کلیک میکنم و بعد مسیر رو طی میکنم می بینیم که در ابتدا وارد تاپیک پلانت میشه و بعد خروج و بعد وارد تاپیک استک میشه و بعد از اون قسمت خارج میشه و به این ترتیب ما میتونیم ارائه خودمون رو پیش ببریم و اسلایت ها رو قرار بدیم و مسیر رو برای اون مشخص کنیم که به چه نحو میتونیم این مسیرها رو پیش ببریم و اسلایت های خودمون رو به نمایش در بیاریم و میتونیم در داخل این فریم ها هم تصاویر و یا فیلم هایی رو اضافه بکنیم که تمامی موارد با استفاده از منوی اینسرت امکان پذیره که میتونیم تکست رو انتخاب کنیم و یا ایمیج، ویدیو، شیف و دیگر موارد رو قرار بدیم و ارائه خودمون رو کامل کنیم. در این بخش از آموزش نرم افزار پرزی با نحوه ایجاد اسلاید و تعیین مسیر برای اسلایت های خودمون آشنا شدیم.